ما در طول 2 سالی که تحقیق کردم والله اعلم تقریبا در موسیقی، بعضی کسا میگه که موسیقی حرام است و حلال است، ما در موسیقی 10 حرام پیدا کردم. امروز مثلا یک پارچه را که در تلویزیون افغانستان میمانه، یا یک سیدی را شما از بازار میرین میخرین، یگان خواندن ازیره، یا در هتل دیدین یا در تلویزیون دیدین. درباره ازی تحقیق کردیم، 10 حرام است. اول حرامش زیای وقت است. الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ در قرآن عظیمشان میگه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، ثم سپس شما لتسألن حتما سؤال میشین در روز قیامت عن النعیم از نعمتها. و در هفته گذشته در درس مایی بود که مسلمان ها چند سرمایه داشت؟ 3 سرمایه داشت، نه؟ یک سرمایهش چی بود؟ وقتش بود، یکیش مالش بود و سومیش انرژیش بود. دقیقه عمرت در چی مصرف کرد؟ در موسیقی؟ آیا الله برات اجازه میده که این موسیقی رو ببینی؟ این حال بازه که تو جوان مسلمان عروسی میکنی، ازدواج میکنی و در عروسی 400 یا 500 نفر خبر میکنی و 5 ساعت 6 ساعت وقت از اینا رو میکنی، ای باز 500 نفر وقت ضرب 5 ساعت میشن، 5 × 5 = 25، یعنی 2500 ساعت تو در عذاب الهی سپری کردی، خود هم در غضب خدا گرفتار کردی و کسایی که در محفلت هم است. و 2500 ساعت ضرب 60 دقیقه بکو، باز ضرب 60 ثانیه بکو، باز یونت های عمر خودت و دیگران را که در روز قیامت 500 نفر شهادت بده که پروردگار 5 ساعت وقت مرا ای در معصیت الهی مصروف ساخته. و انسان مسلمان باید ثانیه شماری بکنه، ثانیه شماری بکنه. چرا الله در قرآن چندین جای قسم یاد کرده که والعصر والضحى والليل وليال عشر والشفع والفجر، کلی آیات شما سعی کنین که الله قسم یاد میکنه به خاطر ازی که تو انسان مسلمان متوجه ثانیه ثانیه از عمرت شوی. دومی حرامی که در این قسمت هست چی هست؟ نزدیکی به زنا هست. این موسیقی هایی که امروز ای بازار نشر میشه، مرد نامحرم دختر نامحرم بوسه میکنه، در آغوش خود میگیره، برازو خواندن میکنه، الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ولا تقربوا الزنا. الله میگه به زنا نزدیک نشین. ببینید تفاوت است بین قرآن شناسی دقیق و این قرآن شناسی که ما سطحی میخوریم. الله چرا نگفت که ولا تزنو، زنا نکنید؟ ولا تزنو نگفته که ولا تزنو، گفته ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشین. با زن نامحرم دست نتین، نزدیکی به زنا هست. یعنی به او امور و او وسائل و او راه ها و او مجالسی که تو را به زنا میکشانه. خب طبعا این موسیقی وقتی که یک پسر جوان یک دختر زیبایی را دید که مثلا یک کسی در آغوش خود گرفته و برازو خواندن میکنه و بالاخره غرایز ازی کشانده میشه و حتما مبتلا به زنا میشه. از این خاطر الله گفته که ولا تقربوا الزنا. بزرگترین کسی که در روز قیامت عذاب خواهد شدن، ما کسایی که به نام داعی و دعوتگر، ما به نام عالم و مولوی و شیخ و آخوند شیشیم و از دل خود بدون از اینکه جامعه را تحلیل بکنیم و ببینیم که ده خواندنای از این فاسقه که ما تو به نام محلی و به نام فلانی و به نام فلانی اینا را مشروعیت میتیم، ببینیم که ده خواندنای از این چی هست. والله آدم مسلمان اگر این خواندنا را شنیده بتانه، غیرت یک مسلمان ولو غیرت اون دو باشه تقاضا نمیکنه که خواندن از این فاسقه پیش روی خانم خودبانه که بشنوه کو چی میگه چی میگه. از این خاطر برادرای عزیز، دومین مشکلی که موسیقی داره انسان به چی نزدیک میسازه؟ سیومیش نظر به نامحرم است. یک زن است، مسلمان است، متدین است، با تقوا است، با حجاب است، روش پوشیدگی است، پوزش بسته است، قرآن داره اجازه نمیده که به طرفش سیل کنه. زن با حجاب، زن میگه با حجاب باشه. و قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، همون زنی که در با حجاب هم روان است، تو حق نداری به طرف چشمش یا به طرف دستش یا به طرف قدمش اگر معلوم میشه، یا حداقل به جسم ازو از پشت سر همون چادر کلانه که ای با حجاب داره تو نظر بکنی. واسه می که من حیث مسلمان و متقی و با دیانت چرا خدا بازی میتین؟ من یگانه چی داره از دوستان تقاضا میکنم که برادر عزیز، اگر حرام میخوری حرام گفته بخور، اگر ناروا را عمل میکنی حداقل احساس بگو بله ناروا هست من میکنم، الله تو را خواهد بخشید. اما تو که حرام برای خود حلال میسازی، خدا به کفر داخل میکنی. الله میگه و قل للمؤمنین، ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم بگو برای این مؤمنایی که در مقابل تو شیشتهاند، قل
المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. بوزاية شريف لك وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم که اینا هم زنای مسلمان به طرف نامحرم سیل نکنن. خب تو خود سیل چی؟ در موسیقی سیل خود سیل مفت نیست. در موسیقی زن او یه دو سا تو خانه می رقاصه رفته زنیم در آرایشگاه توفان از خود توفان جور کردن. او کهش خواندن هم نکنه که در میره میره لعنت الله سرش نازل است. موسیقی ها را می بینن، سیدی های خواندن می بینن. اگر خانم بدید مادرک اولادات یک خاندانه که بر شما اندینه تو بیبی و گره دزلگی سره نازنینه دنوی سی دیگان دنوی سی دیگک میده تو را برای خو خیر سی اینا این سی دیگه که ببینیم باور بکنیم که الله منع کرده. الله چی کرده؟ قل للمؤمنینه بگو بر مردم یا غد من ابصاره و قل للمؤمناته یخدوت نمی نفساره. پس کسایی که موسیقی میبینه نه زن و نه مرد میتونه که چی کنه؟ چشم خود از نامحرم و نامحرمی که در حالت عادیش کنه، نامحرم که فیشن نکرده باشه، آرایش نداشته باشه، به اساس مجبوریت و ضرورت از خانه برآمده باشه، پیش دکتر میره و قلب خود محکم گرفت، دامون لحظه تو حق نداری به طرف زن نظر بکنی، اما تو میخیزی در مقابل ساز فلانی ما دیگه خدا باز دو. از این خاطر ای سیومی حرام است که در موسیقی میشه. چهارمی حرامی که در موسیقی هست مصرف پول است. چهارمی حرامش چی است؟ مصرف پول در چی هست؟ در آی حرام است. تو فکر میکنی که داروسید جوانا فکرتان باشه وقت تاریخایشان تیر شدن، آروسیایشان تیر شدن، وقت ساز آوردن و $1,000 دادن با خدا زدگان ستیزه مکن که خدا زدگان را خدا زده است. اوی که آرسی خود رقاصه ها را آورده و ساز و دول آورده و رقصانده او را الله توفیق بده که توبه بکنه. اما $1,000 که به خارجی داده باید در مقابل از $1,000 دیگر در یک مدرسه حفظ قرآن مصرف کنه که اگر الله توبه شه قبول بکنه. اما ما شما جوانایی که هنوز ازدواج نکردین یک سیدی که یک دیویدی که تو 40 افغانی او دیویدی را بخری در روز قیامت از هر روپی از اون محصوله میشه. پنجمیش مشکلی که موسیقی داره مشکل شعر است. بعض شعرها غزل هستن، دعوت مردم به زنا هست. بعض شعرها از دعوت مردم به لواطت است. بعض شعرها از دعوت مردم به کفر است. از این خاطر الله جل جلاله در قرآن چی میگه؟ میگه الشعراء یتبعهم الغاوون. شاعرها که اصلا اکثرا اینا را مردم های سرکش و بدبخت پیروی میکنن. علم تره انهم فی کل وادی یهیمون. آیا ندیدی که بعض از شاعرها در وادی های عجیب و غریب میرن احیانا کفر میگن؟ بعض اشعار که تحلیل بکنی یا پیش با کفر است. بعض شاعرها است العیاذ بالله خالق خمار میگن، خالق عاشق میگن. سبحان الله. برو با مولای مسجد بگو مولای صاحب عاشق خان چطور است، تو سیلی بزنید که دلت از زندگی سیاه کنن. تو با یک عالم و با یک مولوی عاشق گفته نمیتونی، تو میخیزی برای ذات ذوالجلال کلمه عشق و عاشقی و معشوقی استعمال میکنی. این ادب از با خالق؟ از خدا جوییم توفیق ادب. بی ادب محروم شد از لطف رب. خب از این خاطر مشکل دیگه که حرام است ایجاد علم ترنهم فی کل وادی یهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون. باز فقط امیخه گفته که الا الذین، استثناء در بین شاعرها وجود داره که 90% از اینا فاسق و فاجر و کافر و بیدین است، 10% از اینا شاعرهای مسلمان هست، ایمان دارن، تقوا دارن، اساسات شریعت اسلام در نظر میگیرن، از عقیده اسلامی احترام میکنن. اون شاعر باز دیگه غاون نیست. اما شاعری که میگه که یا خودت مسلمان شو یا مرا نصارا کو رضا بالکفر، پس این شاعر در جمله غاون است. ششمی دلیلی که موسیقی حرام هستن وسایل است
که با سر وسایل موسیقی هم صحبت میکنیم که این وسایل است هفتمی علت که موسیقی حرام است، اختلاط بین زنا و مردای نامحرم است، اختلاط است، سر از این صحبت میکنیم. هشتمی حرمتی که در موسیقی هست، که در موسیقی ها رقص است، رقص که هست. نهمیش خوارم المروءه هست. خوارم المروءه چی است؟ شما اگر یک نفر را ببینید که بسیار شیخ است و کلام است، یک دفعه میخیزه او چیز خیزک زده میره، یما یما خوانده میره، نه دو بعد چیزا اینال او را بزر خیزک زده میره، اینال او را وقتی که تو ببینی که خیز میزنه و لنگیش او طرف میتشه، شخصیت از زیر پای میفته. باز از این خاطر در موسیقی یک آدم را، یک بچه جوان را، یک مسلمان را میبینی که چقدر خوشت میاد، که چقدر خوب آدم است، دیگر او صاحب چی میشه؟ میبینه که بسیار خوب آدم است، میبینه که همین بچه جوان دیندار صاحب رقصیده، پس این رقصیدن از که میبینه همین شخصیت از چی میشه؟ در زمین میفته. دو روپیه میگه او والا همین بود، آن که چون پسته دیدمش همه مغز، پوست در پوست بود همچو پیاز. میگه من فکر میکنم که یک آدم با مغز است. این خب پیاز واره برامد. پارسایان روی بر مخلوق، پشت بر قبله میکنن نماز. اینه از این خاطر در رقص و در موسیقی و در این مجالس شیشتر چی میکنه؟ شخصیت انسان بسیار ضعیف جلوه میده. از این خاطر مسلمان باید شخصیت خود را حفظ بکنه، به خاطر ضعف شخصیت مسلمانی حرام است. و دومی علت که موسیقی حرام است، این ضررهای اجتماعی داره، ضررهای اقتصادی داره، ضررهای فکری داره و ضررهای سیاسی داره، که انشاءالله تعالی در درسای بعدی انشاءالله براتون تشریح خواهد کردم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.